گیاه فرفیون یا افوربیا سرادا که به اسم شیرسگ یا گاو کشک هم شناخته میشه، جزو گیاهان دارویی هست که البته به صورت خودرو میبینیم که اینجا رشد کرده. گیاه فرفیون در اندامهای رویشی مثل ساقه، حاوی شیرابه شیررنگ و بسیار سمی هست که مزه تلخی هم داره. البته خوردن شیرابه در مقادیر پایین مسمومیت ایجاد نمیکنه و بیشتر حالت شادی آور داره، اما باید توجه داشته باشید که اگر شیرابه این گیاه به صورت مستقیم به چشم برخورد بکنه باعث ضعف بینایی یا حتی کوری میشه. با این حال از قدیم از این گیاه برای درمان زگیل استفاده میشده و ریشش هم خاصیت دارویی داره. طبع این گیاه گرم و خشک هستش و در طب سنتی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته. در مجموع به عنوان ضد التهاب، بازکننده رگ و معالجه برخی بیماری های پوستی استفاده می شده. البته باید توجه داشته باشیم که فرفیون جنس های بسیار متنوعی داره و همه جنس های این گونه این خاصیت رو ندارن. گیاه فرفیون از نظر ریخت شناسی یک گیاه یک ساله و بهار است که در تابستان به بذردهی میرسه. گلازین سیاتوم و نوع میوشم پوشینه بدون کرک هسته، ساقه ها کوتاه و نسبتا ضخیمه که مجاری حاوی شیرابه هستند و برگ ها بدون کرک و تخم مرغی شکل و در قاعده باریک میشن. در واقع در قاعده هر سیاتوم، این هر گلازین در واقع دو برگک وجود داره و میوه فرفیون هم که گفتیم پوشینه یا هم کپسول هستش که درون اون سه تا دانه دیده میشه، در واقع سه تا بذر. از ترکیبات مهم اندام هوایی فرفیون ترپنوئید ها یا ترپنوئید ها هستن، مثل آلفا آمیرین یا بتا آمیرین که میدونیم ترپنوئیدها یا ترپنوئیدها جزو آلکالوئیدهایی هستن که آثار فارماکولوژیکی مثل ضد دردی، ضد التهابی، کاهنده فشار خون، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی دارن که بیشتر از گیاه فرفیون گیاه مریم گلی هست که بارزترین مثال گیاه مریم گلیه که اساره این گیاه بسیار مورد توجه قرار گرفته و عموم بیشتر اونو میشناسند.